خوش آمدین هموطنان عزیز، آرزومند هستم تا ایدم با موده باشین، مار تنها نرکز داشته باشین. فعلا هم خوشبختان رو میمان درستیم. آقای عبید جلال با ما هستن که ایشون رئیس فدراسیون های وزارت امور داخله هستن و بیشتر صحبت ها در مورد کارکرد های فدراسیون های وزارت امور داخله و کمرنگ بودن ورزش در افغانستان. حالی که دلیل دلایل در چی هست بیشتر صحبت ها رو با آقای جلال میداشته باشین. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. تشکر، من هم عرض سلام ادب خدمت شما دارم و از طریق تلویزیون خورشید به تمام ملت غیور افغانستان سلام صبح بخیر دارم و یک سلام خاص به تمام نیروهای امنیتی. خدا کنه که روز خوب و خوش داشته باشند. انشالله ما هم آرزومند هستیم که نیروهای امنیتی کشور، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور موفق باشن، همیشه همون تو سربلند و سرفراز باشن و روز قشنگ زیبایی داشته باشن. آقای جلال، میخوایم بیشتر از شما بشنویم در مورد کارکردهای فدراسیون های وزارت امور داخله و کمرنگ بودن ورزش در افغانستان که مشکل در کجا هست. بالاخره اینقدر ورزش کمرنگ شده، چون قبل از اینکه لایف شویم من همین رو پرسیدم و با یک فدراسیون نمیشه که ورزش پیش بره، او هم MMA هست و دیگه اواخر ورزشکاران عزیز همشون رو آوردن به MMA که ورزش MMA هم طرفدار زیادی داره، اما میخوام بیشتر دیمار تشما بشنم. خب همیشه وقت خب با یک گل هیچ وقت بهار نمیشه. یعنی من صحبت من میشه وقت در سر تمام فدراسیون ها است، یعنی ورزش در کل در تمام 34 ولایت افغانستان ما باید صحبت کنیم، یعنی ملی فکر کنیم. اگر به یک فدراسیون وابسته باشیم و یک فدراسیون ببینیم، شاید یک فیصدی بسیار کمه در او ورزش کنه. خب امروز واقعا ویروس کرونا موج اولش واقعا یک آسیب پذیر بزرگ تمام دنیا بود، بخصوص افغانستان، به خاطر که واقعا مشکلات اقتصادی زیاد داشتن مردم، یعنی نمیتونه فعلا مو فیس خود بپردازه به باشگاه ها و به کلاب ها برن، یعنی ورزش نمیکنن، از ورزش دور شدن، مشکلات اقتصاد، یعنی رول مرکزی تمام زندگی را میشه وقت داره. خب ما به جوان ها واقعا پیام مایی است تایی که برن به دوخانیات بپیوندن، تایی که امو پول خود به سیگرت و سایر از دوخانیاتی که استفاده میکنن، یعنی واقعا یک مسیر بسیار بد است. امروز هر ابتدای هر کار بین، اگر یک طفل وقتی که مکتب میخونه 100% 12 پاس میشه، اگر پنتون میخونه فارغ میشه، اگر هر رشته است بالاخره ختم میوه، ولی دخانیات هم به می شکل است. از سیگرت شروع میشه، یک روز ختمش به زیر پل میشه. جوانای عزیز ما واقعا که بیش از 3 میلیون یا 4 میلیون معتاده که ما در افغانستان داریم، واقعا این کشور ما بسیار زیاد یک ضربه بزرگ خورده. جوانان ستون فقرات یک کشور می باشند، ولی با تاسف از یک سیگرت شروع شده امروز در اونجا هستند. بیاین ورزش کنند. ما از زمین پرده تلویزیون خورشید به تمام ملت غیور افغانستان میگیم که فدراسیون پلیس واقعا کارکردهای مثبت موثر داره. یعنی در این نیست که ما همیشه وقت در گفتار بگیم، در حمل کل افغانستان کل مردم میفهمند که فدراسیون پلیس واقعا چی کار کرد های داره. بیش از 12,000 عضویت داریم. کسایی که مشکل اقتصاد داره، ما میتونیم که با ما تماس بگیرن، با ما سرصاحب تماس بگیرن، در تمام باشگاهات ما به طور فری برن ورزش کنن. کسایی که مشکل اقتصاد داره، کمپای ورزشی ما وجود داره، ولی نرن خود خراب نسازن و نرن خود روز نسازن که یک روز زیر پل سوخته باشند. بله دقیقاً. خب آقای جلال، شما اشاره خوب به این داشتین که به دخانیات رو آوردن چقدر میتونه مشکلات زیاد را به بار بیاره، اما بعضی از جوانای ما هستن زمانی که میگی چرا به دخانیات رو آوردی یا هم چرا این همه را استفاده میکنی، میگه تمام غم های خودم میخوایم فراموش کنم. اما یک چیز را که تمام روانشناسا میگه، بهترین روشی که به خاطر فراموش کردن تمام غم اندوه هست و ورزش است، که میتونین زمان که ورزش کنین، یعنی کسانی که تکلیف روحی پیدا میکنن دچار مشکلات زیاد میباشن، وسوسه هایی که میداشته باشن همش با همو ورزش رفع میشه و هم میتونن داینده قهرمان واقعی باشن که آنها برن به مسابقه خارج از کشور تا بتونن مسابقات خوبی داشته باشن. بیشتر در مورد کارکردهای فدراسیون های وزارت امور داخله هم میخوایم بیشتر از شما بشنویم. واقعا پیشتر شما اشاره کردین و کس شخصیت های هستن تا شبا خواب نداشتن با ما مراجعه کردن که ما چیکار کنیم. وقتی که ورزش میکنن تنشن ذهنشون تموش آرام میشه، وقتی که آرام شد واقعا ورزش شب راحت استراحت هم میکنه. فدراسیون پلیس کارکردهایش همیشه وقت می بوده و تمام مسابقات خودمان در تمام فدراسیون ها گرفتیم. ویروس کرونا است، ما فعلا به خارج از افغانستان سفر نداریم، منتظر هستیم و تمام فدراسیون های ما تیم های خود انتخاب کرده تیم ملی ما از تمام فدراسیون ها، از MMA، کیک باکس، باکس، کنفو، تمام اینا آمادگی هام تام خود داره تا تایی که بخیر
مشکلات ویروس کرونا دور شوه، کشورهای بیرون از مرز به ما دعوت کنه یا ما بتانیم هنر رو دعوت کنیم بین در افغانستان که بتانن همین جوانایی که اینقدر زحمت کشیدن، سالهای سال زحمت کشیدن، میخواین که همیشه وقت بیرق افغانستان به اعتزاز برسانن. واقعا یک غرور است، یک غیرت است. یعنی کسی که ایگه به ما رو درک میکنه که خودشان در همون میادین برسمن و واقعا فایت کرده باشه، که خود ما تا دو سال قبل هم در مسابقات جنوب آسیا در کشور هندستان که بیش از 9 کشور بود، من تانستم مقام حواله بگیرم. تکرام رشته؟ تانسودو. بسیار خوب. من ما سرسپورت هستم، رشته‌های مختلف مسابقه کردیم. دیگه ما در فدراسیون تانسودو که استاد ببرک شریفی در رست از اونا هستن، من شخص خودم مسابقه کردم و ورزش واقعا نمیشه وقت مرز نداره. آدم هر وقت در هر سن سال در هر وقتی که بخواد خواستن توانستن، یعنی بخواد زحمت بکشن میتونه نتیجه بگیره. بله دقیقاً. خب همیشه همو یک حرفی هست خارجا میگن تایم از گولد و دقیق. وقت طلا هست، باید استفاده زیادی ازش صورت بگیره، چون اگر ما قدر وقت ندونیم این میگذره اما پشیمانیش باقی میمانه. دقیق. و ورزش میتونه یک فرد جوان هم نگه داره. حالا فرض مثال یک فرد رو ببینی اگر سنش بلند باشه بپرسی چند سی، از سن خود کرده پایین‌تر معلوم میشه، به دلیل ازی که ورزش روح روان شاد میسازه و آرامش واقعی میده به هر فرد. خب قبلا یادآور شدیم در مورد ازی که چرا ورزش کم رنگ شده در افغانستان. بیشتر میخوایم با جزئیات بپردازیم که چرا، دلیلش در کجا هست که حالا در افغانستان ورزش های دیگر رشته ها البته کم رنگ شده میره و فقط یک رشته هست و هم که MMA هست رشد زیاده کرده و تمام جوان ها را که بپرسی که داینده میخوای کدام ورزش را پیش بگیری، کدام ورزش را باید انجام بدی، میگه MMA هست، مبارزات آزاد را میخوایم پیش برم. این دلیلش پول بوده میتونه، شهرت بوده میتونه، یا این که علاقه بیش از حد؟ خب ما افغانستان همیشه وقت 14 هست که جنگ است، همیشه وقت مردم افغانستان خشن بودن، از رشتهای رزمی خشن، از امی زدکان و شکستاندن خون باد کردن یا بسیار لذت میبره، به خاطر از امو MMA را بسیار دوست دارن، میخواین که یعنی ورزش خشن باشه و پیش برن. خب ما باز هر کس علاقه مندهای خاصش داره، ورزش زامن صحت و سلامتی است. من میخوایم که زیاد طرفدار ورزش های شخص خودم MMA، ما در اردن مسابقه کردم، در کشور اردن هم مسابقه کردم MMA، ولی میاییم آیندهایش فکر میکنیم. آدم هر کار کنه باید بر فکر آینده خودم باشه که ورزش بکنن که صحت سلامت باشن. ورزش خب یک تعداد واقعا به MMA جور شده، اونا باید MMA بکنن دفتر. ولی یک تعدادی که اصلا یک ذره ضعیفتر هستن، یک ذره اینی که مثلا استخوانایشان آسیب پذیر می باشه و معده می شه، یا در آینده وقتی که سن آیستا بالا کرد، باز از 40-50 یا که بالا رو، باز آیستا وجود از اینا می شه، وقت کو پرچه می باشه برشان. یعنی ما وصیت میگم که کوشش کنند که ورزش هایی رو بکنند که در آینده هم یک آینده بسیار روشن داشته باشند، نشن که باز در آینده اونا از دست پای افتیده باشن و باز متوجه نشن، باز بگویند که بزرگای ورزش به ما نگفتند که. یعنی باید خب هر کس علاقه که به هر رشته رو داره باید امور رشته رو پیش ببرند. دقیقاً. ممنون شما خیلی جلال عزیز، تشریف آوردین، هم شما موفق باشین. تشکر از شما. ممنونتان. حالا هم وضعیت آب و هوا را با هم یک جا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم، ما را همراهی کنید.